تیره روزهای کودکان بی سرپناه در ولایت هرات. کودکانی که به جای آموزش و پرورش به انجام کارهای شاق ناگزیر شده اند. حال در چنین اوضاعی ادعاهای مبنی بر استفاده از این کودکان در انتقال و توزیع مواد مخدر نیز وجود دارد. اداره کار و امور اجتماعی هرات هشدار می‌دهد که نادیده گرفته شدن این وضعیت تبعات فاجعه باری خواهد داشت. حدود 11,500 طفل وجود داره. شغلای کازی بر اینا واضح است که دارن، کارا شاق سر از اینا انجام میشه. بعضی سوء استفاده های متاسفانه وجود داره. بعضی از اینا در تکت دیگیری و گدایی استفاده میشه. بعضی کارهای سخت و طاقت فرسار داره و تعدادی هم گفته میشه که حتی متاسفانه با بعضی از فامیلای بد سرپرست که قرار دارن شاید معتاد میشن و یا هم حتی در نقل و انتقالات مواد مخدر توسط دستفروشایی که به هرات وجود داره مورد استفاده متاسفانه قرار میگیرن. برخی از اعضای شورای ولایتی هرات نیز تایید می‌کنند که از شماری از کودکان بی سرپناه در تجارت مواد مخدر سود برده می‌شود. اما با این همه ادعاها، آماری از شمار کودکان دخیل در تجارت مواد مخدر وجود ندارد. پرچون فروش ها افرادی که بیشتر از 4 پوری دیشه باشد پلیس دستگیر میکنه، کمتر از 4 پوری اگه باشه دستگیر کرده نمیتونه و اگه دستگیر هم میکنه سارون ولی تسلیم نمیشه. به همین خاطر توزیع کننده ها عوض از اینکه یک نفر 50 پوری همراه خود خواهی انتقال بده 20 تا بچه کودکار میگیرن، اینها هر کدوم از اینا 4 پوری به دست از اینا در توزیع کمک میکنه، یعنی به صورت معاوضوی افراد با واسطه ها افزایش میدن تا ممانعت قانونی نداشته باشه. و به خاطر از اینکه اطفال خرابی کار اینه که بخاطر اینکه اطفال مجبور بشن این کارو بکنن اونا رو معتاد هم میسازن. در این میان دفتر ولایتی کمیسیون حقوق بشر در هرات میگوید که بیشتر از کودکانی سوء استفاده میشود که به دلیل رد مرز شدن از ایران سرپناه ندارند. یک تعداد از اطفال هستن که پدر مادر از اینا بسیار غریبن و اینا مجبور میسازن که روی خیابانا کار بکنن و یک تعداد اطفال هم هستن که همه روزه از کشور ایران رد مرز میشن و اینا هم در هرات باقی میمونن و در روی خیابان ها مجبور میشن به کار کردن و ما یه اطفال همت به عنوان اطفال در معرض خطر میشناسیم. هم میتونن که از طریق مافیای مواد مخدر مورد سوء استفاده قرار بگیرن، هم کسایی که از اطفال سوء استفاده میکنن. اداره محلی ولایت هرات میگوید که در صورت وجود چنین معضل با عاملان برخورد قاطع صورت خواهد گرفت. افراد خلافکاری که از کودکان به خاطر فروش مواد مخدر استفاده میکنند مرتکب جنایت ضد بشری میشن و طبیعتاً ارگانهای حراست از قانون با اونا برخورد خواهند کرد. بر بنیاد آمارهای اداره کار و امور اجتماعی ولایت هرات هماکنون بیش از 11,000 کودک بی سرپناه در این ولایت به سر میبرند که حدود 60% آنان بیجا شدگان داخلی هستند. معصومه ایدری، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، هرات.